تنازی بودیم از سوئد. من صفحه فیسبوک ایشون رو نشون دادم، شما میتونید مستقیما با خودشون تماس بگیرید اگر صحبتی دارید، سوالی دارید، نظری دارید. و دوست خوبمون آتیلای عزیز، این دوستان آلمانی آقای اکبری و آتیلا، اینا شونه به شونه هم، دوش به دوش هم در خبررسانی، در نوشتن چیزهای جالب. واقعا من لذت میبرم از نوشته هاشون، از عکس هایی که میذارن، و بازم ازشون تشکر میکنم که با ما شیر میکنن یا با ما در میون میذارن، هم سفره میشیم. همین الان نوشتن اینجا که همزمان با دادگاه حمید نوری در سوئد، خبرگزاری ایسنا گزارش داد از طریق منابع آگاه شنیده شده که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر ایرانی سوئدی، به اتهام جاسوسی در دستور اقدام قرار گرفته و حداکثر تا آخر اردیبهشت اجرا می شود. باز بزرگ نوشته که خبر فوری. اینم عکس آقای جلالی رو بذارید من بهتون نشون بدم. و میگم من، برای من خیلی جای تعجب بود که وقتی وایس آف امریکا مصاحبه میکرد با خانم ایشون، البته اینا هم تحت چیز قرار میگیرن، جوگیر میشن، و اون موقع گفت که نه، ما حاضر نیستیم که همسرمون با حمید نوری تعویض بشه. گفتم والا من نمیدونم، اگر عزیزی از خانواده ما گرفته باشن، ما حاضریم با هر بی سر پایی تعویزش کنن، ولی اون عزیز ما، دوست ما، برادر ما، پدر ما آزاد بشه. در صورت دوستان عزیز، این برنامه بعد از چند هفته که من واقعا فکر کردم دیگه به اصطلاح برنامه گذاشتن و اینها فایده نداره با این اوضاع و احوالی که شاهدش بودیم، تا اینکه یکی از دوستان گفت آقای سربی، حالا که برنامه نداری بیا توی کلاب هاوس. گفتم نه، من پارسال، شاید یه سالم بیشتر قبل، بیشتر از یه سال قبل، با از طریق دوستان و به لطف آقای اردوان روزبه که لطف کرد و ما رو دعوت، اون موقع دعوتی بود، دعوت کرد، رفتیم کلاب هاوس، با اون آقای مسعود معیدی آشنا شدیم و اینها، و رفتیم و صحبت کردیم و بعد دیدیم بابا این، ما میگیم سوشال میدیا دیوونه خونه است، اون کلاب هاوس دیگه دیوان خانه رسمیه. پاک کردیم از رو تلفنمون رو برداشتیم و رفتیم، تا اینکه دوستی تماس گرفت گفت که آقا بیا، یه آقای اومده کاری رو که تو 20 سال پیش انجام دادی، جوون بودی، بی تجربه بودی، این آقا به نظر میاد روان پزشکه، به نظر میاد سواد سیاسی زیادی داره و اینها. گفتیم اسمش چیه، شاید بشناسیم. گفت نه، این به اسم مستعار میاد، به اسم مستعار اسکپتیک. اسکپتیک به اونایی میگن که به همه چیز زنین هستن و همه چیز رو زیر سوال میبرن. و این عکسش هم یه عکسی گذاشته بود، فکر کنم جیمز رندی، یک ماجیشن، چی میشه اینایی که شعبده بازی و اینها میکنن، فکر کنم توی کانادا، جیمز رندی. بذارید من عکسش اینجا بهتون نشون بدم، یک لحظه اگه این کار کنه اینجا، بله، پلیر 6 نگاه کنید، این جیمز رندی توی یکی از میتینگاش، اون نفر جلوه، پیرمردی که نشسته با ریش و اینها، و این گویا شعبده بازی رو با سوالات سیاسی و همه چیزای به اصطلاح زندگی و اجتماعی و اینها میکس میکرده، مخلوط میکرده، و من حقیقت تحقیقی به اون صورت روی ایشون انجام ندادم. ولی باز برگردیم به این آقای اسکپتیک. دو سه روزی گذشت، دیدیم یک لینکی فرستادن از برنامه آقای شهرام همایون با اسکپتیک، یه لینکی فرستادن برنامه آقای آخوند فومنی، که این آخوند فومنی هم خیلی بحث انگیزه، با نمیدونم فخرآور، با این، با اون، با خوشکوشه، با این، با حتی دکتر سروش، اینها
و من رفتم گوش دادم، دیدم که بله همون چیزی که من بارها گفتم، اگه قرار بشه دوباره من دنیا بیام، هیچ وقت تو کار رادیو تلویزیون ایرانی نمیام و اگه قرار بشه بیام هیچ وقت نمیام خودم رو بشناسونم، بگم من اسمم کیه، فامیلم کیه، هیچ وقت تو تلویزیون نمیام، با عکس میام. شما یه نگاه کنید مردم‌ریپورت.نت، شما برید ببینید این مال کیه. هر روزم میریم خبرها رو میگیریم، هر روزم IP آدرسمون رو میبینه، هر روزم میفهمه ما چقدر چند مدت اونجا هستیم، حتی چه خبرهایی نشون گرفتیم و اینها. اون یه روز میاد با تلویزیون مردم کار میکنه به نام کوین، جوانی که تازه داره درس میخونه، داره حسابداری میخونه، پس فردا میره با بهبهانی به نام کاوه، پس فردا میره با شهرام همایون به نام کاوه، و قولتون میدم هیچ کس اینو ندیده، نمیشناسه. این آقای کاردان به ما بدهکار شد و مرد، ولی خدا بیامرزدش. پرویز کاردان به من گفت آه تو چجوری با این کار میکنی؟ این هم دیوانه است هم مشکوکه. گفتم برای چی؟ من حال چیزی ندارم، مثل که وقتی میریم مسافرت دیدین کلید خونمون میدین دست همسایه، آقای همسایه من میاد خونه منو نگاه میکنه، تازه شاید بیاد یه چیزی هم بذاره اینجا دلش به رحم بیاد. من چیزی ندارم کسی بدوزه. من باور کنید به بچه‌ها میگم من در قفل نمیکنم، چون اگه کسی بیاد در قفل باشه یا شیشه رو میشکنه یا در رو میشکنه تا بیاد. خب بذار بیاد ببینه چیزی نیست بره بیرون. خلاصه این اسکپتیک این کار رو انجام داده این بار که آمده، ولی گویا قبلا یه چند بار با اسم و عکس و اینای خودش اومده. خب کلاب هاوس از شما عکس، از شما تصویر نمیخواد، یه عکس میخواد. این عکس هم یکی عکس استالین رو میذاره، یکی عکس موسولینی رو میذاره، یکی عکس خمینی رو میذاره، یکی عکس پرتغال میذاره، یکی عکس انتر میذاره، یکی عکس منتر میذاره، این بمانه. ولی اسم اقلا بعضی ها اسم هاشون که الان هم شما بری همه شدن اسکپتیک، حمید اسکپتیک، آقا اسکپتیک، اتاق اسکپتیک. من به یه اتاقی دعوت کردن ما رو، رفتیم 700 خورده نفر اونجا بودن، گفتن آقا صحبت کن. گفتم من صحبتی ندارم، من اومدم شنونده باشم. ما 23 سال حرف زدیم به گوش کسی نرفت، حالا چی بگیم؟ ولی من یه سوالی از شما دارم، چجوریه اینجا همه اسکپتیک هستن؟ گفتن برای که این میخواد ایران نجات بده و داره یه گروهی درست میکنه. حتی اون وکیل آقای کاوه موسوی، فخرآور، این اونو، بعد خیلی هم بی‌تربیت. حالا بعضی وقتا فکر میکردن من بی‌تربیتم، حالا بیان بشینن حرفای اینو گوش کنن که چجوری به اینو فوش میده، چجوری با خانوما لاس میزنه روی چیز، و اونا هم چقدر خوششون میاد و چقدر میاد. تا اینکه امروز یه اتاقی بود هی چپ و راست برای من دعوتنامه میومد از افراد مختلف که آقا بیا اینجا اسکپتیک چی شد؟ آشکار شد؟ نمیدونم پیدا شد؟ گفتیم خب این که هر روز میاد. گفت نه، هویتش پیدا شد. حالا اون هویتش، اون آقا که من رفتم اونجا گفتم که شماها دارین صحبت میکنید، خب اگر راجع به اسکپتیکه اسمشو بگید که افرادی مثل من که خیلی وارد نیستن میان بدونن راجع به اینه. گفتن بله راجع به اسکپتیکه، و اینم دو تا صفحه برای من فرستادن. اونها میگن دوستان، من نمیگم ها، و چون سندش هست این اتاقای چیز الان دیگه ضبط میشه، اتاقای کلاب هاوس ضبط میشه، و من دیدم یکی از این دوستان چه ماهرانه حرف اسکپتیک با خانمش گویا به نام ثریا رو ضبط کرده، و اسکپتیک میگه اخ اخ گندش در اومد، اشتباه کردم، میکروفون روشن بود. ولی بعدن چون آدم زبلی هست میاد میره یه فیلم درست میکنه به گونه ای که یعنی خود من میخواستم این میکروفون باز باشه و این حرفا رو بزنم. حالا طبق اسناد این بله میگه آقا در عرض این 43 سال انقدر از این اسکپتیک ها اومدن و رفتن. آقای اکبر جان عزیزم باور کنید من دو هفته پیش میخواستم با این خصوصی صحبت کنم، بگم آقا من از همین صحبتهای چند هفته متوجه شدم شما آدم افسردهی هستی، این غربت
یا اینجا بهش میگن هومسیک، حالا یا مثلا زنتو طلاق دادی، یه مشکلی برات پیش اومده، چون میان سالم نیست. اینجوری که مثلا توی یکی از برنامه‌ها گفت 12 سالش بوده رفته کنسرت سوسن رو دیده در باشگاه شرکت نفت آبادان، و الان فامیلش هم که اینجا نوشتن ایشون اینور اونور میگه اصفهانیه ولی مثل که اهل لرستانه. و این شخص رو امروز یه دکتر دیگه داشت میگفت که این از کاناداست، دکتر بهمن ترکیان ولاشانی یا والاشانی، که من والاشان رو که زدم نوشت که یک دهی هست در لرستان. البته همه میدونیم کارمندای شرکت نفت، کارگنای شرکت نفت اکثرا از شهرهای دیگه بودن، بیشتر از اصفهان بودن. اصفهانی ها هم صنعتگر هم زحمتکش، تحمل اون گرمای 100 سال پیش و 80 سال پیش که نه ایرکاندیشنی بود و اینها، تا بعدم که اونجا مرتب شد و ساختن انگلیسی ها و نمیدونم این بوارده و این بوارده که میگه با این بلوار خودمونه اونجا میگن بوارده. گفتیم اوکی، در هر صورت این آقای اسکپتیک امروز هویتش آشکار شد و این دوستان میگن این همون دکتر بهمن ترکیان هست که جواز پزشکیشو ازش گرفتن. و اتفاقا تو این اتاق بحث بود که آیا وقتی از یکی جواز پزشکی رو میگیرن، حالا این میتونه بیاد تو اتاقای دیگه به عنوان پزشک کار کنه، تجویز کنه، نظر بده. من گفتم والا این آمریکا و کانادا دوتاشون مثل همن، کانادایی ها خیلی مؤدب‌تر از آمریکایی ها هستن، اینجا انقدر شیر تو شیره که خیلی ها میان حتی میرن جراحی میکنن بعدن معلوم میشه دکتر نبوده. چند مدت پیش یه نفر رو گرفتن، چندین نفر رو گفته بود شما سرطان دارید، بعدن فهمیدن این سرطان نداشتن، اینا رو برای پول و برای که ببره تو کلینیک خودشون. حتی این دوستمون آقای دکتر هلاکویی خیلی ها میگن ایشون نمیدونم جواز پزشکی اینجا نداره. اون همشهریمون آقای دکتر مظاهری که میگم من صبح که میخوام بیام این شما ریشتونو میزنین، من صورتمو میگیرم، گوشتای اضافیمو میچینم، میام. این آقای اکبری، این داداش اون خانمیه که مدرسه شهردخت مظاهری تو شیرازو گویا درست کرده بود و اینها، این اینجا جوازشو از دست داد ولی رفت دبی، رفت ترکیه، اونجا تور میذاشت و اینها. یعنی دنیا شیر تو شیر بیدر و پیکر شده. به همین خاطر هست که شما اگه کانادا میخوای مثلا بری جراحی، میری از اون بورد پزشکیشون، سازمان نظام پزشکی تو ایران میگفتیم، یادتونه حتی این خانمه هست، بازی های افراد فیک تمامی نداره. اون روز دیدم این آتیلا ناراحت شد و میگه اونایی که نمیدونم عکسشون فیکه، اسمشون فیکه، من میخوام بندازم بیرون. گفتم بابا همه میرن بیرون. یا آقای ستار دلدار کرونا گرفته بود، بعد اینم یه کمی چیز شده بود، دلنازک شده بود، میگه اونایی که احوال از ما نپرسیدن من میخوام بندازمشون بیرون. گفتم آقا وایس و تون نرو، اولا اینجا میگن صفحه مجازی، دوستانت هم مجازی هن. حالا من و شما از قبل از فیسبوک همدیگر از طریق تلویزیون و اینا میشناختیم، ولی باز هم همون هست. اتفاقا سعدی فکر کنم یه شعری گفته که دوست آن باشد که گیرد دست دوست، تو شیراز میگفتیم در خیابانهای زند و داریوش ولی در پریشان حالی و اینها، و قسمت اولش هم میگه دوست اون نیست که هر وقت حالت خوبه بیاد بهت سر بزنه و اینا، ولی اینه. در اصل به ستار دلدار گفتم بذار یه عده مثل منم، من اگر به هم بگی فلان دوستمون مریضه بیا بریم ملاقاتش، میگم کجاست، شما میگی تو آی سی یوه، میگم تا موقعی که تو آی سی یوه حتی خانواده خودش نباد برن، وقتی از اونجا مرخص میشه میره تو قسمت معمولی افراد دیگه نباد برن. اصلا این بیمارستان به نظر من ملاقات دوست و فامیل درج دو اینا رو باید اصلا کنسل کنه. بعدم که طرف میاد خونه بهش میگن دوره نقاهت، آقا ول کنید، این چیه که هر مثلا طرف از نردبون افتاده پایین پاش شکسته بردنش بیمارستان، حالا شما میری عیادتش،
هی باید تعریف کنه رفتم اینجوری رو نردبون و فلان، همه میگن آقا شما ازت سنی گذشته، یعنی به طرف یه جورایی میگن آقا احمقی، تو دیگه رو نردبون نباید بری، اگه میرفتی باید یکی پایین باشه، تنها بودی باید نمیرفتی تا یکی زنگ بزنه فلان اینا، یعنی هی به حماقتش به اصطلاح دیگران رأی مثبت میدن و هی این بیچاره باید یه داستانی رو تکرار کنه، اوور تکرار مکررات. اینه که من حقیقتش وقتی یکی مریض میشه میام به بیمارستان محلی اینجا قسمت بچه هاش یه پولی میفرسم، گواهیشو برای اون طرف میفرسم، میگم من همین که شما رفتی بیمارستان باعث شد من یاد بیمارا بیفتم، یاد بچه ها بیفتم و اینها، یه پولی فرستادم، اینم گواهیش به نام شما فرستادم از به اصطلاح اونجا. من فکر میکنم این بهترین کاره. شنیدم تو ایرانم الان گل و اینا کمتر میبرن، حتی برای سر قبر و این چیزا چیز میکنن به اصطلاح میگن مثلا ما اینقدر خوراک میدیم. دیدم یه نفر نوشته بود ما تصمیم گرفتیم روز عید فطر 1000 تا خوراک بدیم به اونایی که محتاج هستن و اینها. امیدوارم این کارا بیشتر و بیشتر بشه. من چون این برنامه خیلی چی میگن غیر منتظره بود و با پدرام صحبت کردیم و گفتم بابا تو سالهاست که قراره با ما همکاری دائم داشته باشی ولی هر از گاهی میای و اینها، گفت خب اگه خواستید یک شنبه بعد از بازی فوتبال میام. این شد که به وقت اونا ساعت 11 شب و به وقت ما توی آمریکا 5 عصر. امیدوارم این تغییر ساعت و تغییر زمان از بین بره دیگه ما یه مشکل داشته باشیم. ما مثلا همیشه بدونیم با اروپا 6 ساعت فاصله داریم، همیشه بدونیم با ایران 8 ساعت فاصله داریم. گویا توی ایران تصویب شده، همینجا هم صحبت شده تصویب شده، ولی این تصویبا هم مثل این حکم محکومیت آقای حمید نوریه، حیف کلمه آقا که به این دیوانه بگیم، چندین مرحله داره. اول محاکمه است، بعد توی محاکمه مجرم شناخته میشه، بعد وقتی مجرم شناخته شد اون به اصطلاح به ازای جرمش براش درخواست مجازات میکنن، اون وقت حالا یا جوری هیئت منصفه یا قاضی باید چیز کنه. من حتی یه فیلمی دیشب اینجا میدیدم، یک آقای یهودی که با خانمش که دکتر بوده 12 سال هم ازدواج کرده، 2 تا دختر داره، میره که یکی از دوستاش میخواد ازدواج کنه، یه مرد شکل همم بودن ولی گویا این دوتا با هم، دوتا مرده با هم یه روابطی داشتن، بعد تو عروسی، حالا اون عروسیشه ولی با هم اینا دوتا سکس دارن و با هم نمیدونم هر غلطی میکنن، بعد این بهش شکایت میکنه که این از دست زنش خیلی ناراحته و اون بهش پیشنهاد میکنه بیام کمکت کنم چه کار کنم. یه نفر دیگر میارن تو شهر اینا، روزی که اون آقا نیست شوهر اصلی توی شهر دیگه هست، اینا از یه شهر دیگه بلند میشن 1100 یعنی 1500 کیلومتر، 1100 مایل میشه 1600 کیلومتر، میرن و این زن بیچاره رو که این زن دکتر بوده کار میکرده پول خوبی در میورده که این مرده که شوهرش بیکار بچرخه و بگه من تو خونه نگهداری میکنم از بچه ها بماند، مثل آقای فخرآور. شنیدم فخرآور خانمش استاد دانشگاه است و بچه دار شدن، فخرآور از بچه نگهداری میکنه. این کار برای آدمای درست کار اشتباهی نیست. خیلی الان مردا از بچه‌ها نگهداری میکنن، از خونه نگهداری میکنن، زنها کار میکنن، ولی از شخصی مثل فخرآور که به دروغ با همین اسکپتیک دعوا شده بود و میگفت من فلانجا دانشگاه بودم، من اینجا اونجوری بودم، این بابا توی ایران که به چیز تجاوز گرفتنش، بعد اون آقای زرفشان بود توضیح میداد که این چه کار کرده، بعد اینجا چه افتضاحاتی به بار آورد. من یه عکسی دارم اگه ببینم نشونتون میدم. ببینید وقتی امید دانا میاد میگه که توی زندان به اینا چلو کباب میدادن و باشون خوش رفتاری میکردن، بعد یه عکسی بود مال فخرآور و این باطبی. این باطبی هم گاهی وقتا میگه شیرازی هم گاهی وقتا میگه نیستم، ما نفهمیدیم.
الان ندارمش اینجا، این دوتا هستن. برید عکس زندانی رو نگاه کنید ببینید اینا رفتن توی آتلیه عکاسی. این کلمه آتلیه هم همون استدیو آتلیه هست که فرانسویه، توی استدیو عکاسی عکس گرفتن. این زندان نیست. لباسای زندانشون نگاه کنید که من به خود باطبی گفتم آقا این چیه؟ گفت آره یه روزی فخرآور، یه روزی ما مرخصی اومدیم دو تا لباس زندان رو دزدیدیم، از بس چیز بود بردیم دادیم خوشویی و اتو زدن، بعد باش رفتیم عکس گرفتیم. موهاشون رو نگاه کنید و اینها. و در صورت روزگار غریبی است. این آتیلا خیلی قشنگ میگه که روزگار فیک. میگه به حضرت عباس گردن من که فخرآور دیپلم هم نداره. آقا خودش اوائلی که اومد، میدونید من دو بار سه بار با این مصاحبه کردم، و وقتی شما میخواین با یه نفر مصاحبه کنید چندین بار قبلش باهاش صحبت میکنی. من توی کنسرت واشنگتن بود دیدمش، با یه دختر آمریکایی بود، بعد دعوتش کردم اومد اون منزل قبلی ما، که این حرام لقمه واقعا حرامزاده که میگن اینه. اولا اینجا من افتخار میکنم اگه برم تو دهات آمریکا زندگی کنم، یعنی نشون میده که مستقل هستم، میتونم برم یه جایی. ولی خونه ما دوستان فیرفکس ویرجینیا، بزنید داونتاون فیرفکس تا واشنگتن 22 دقیقه تا وایت هاوس فاصله بود. بعد رفته بود تو تلویزیون شهرام همایون نشسته بود با یه آدم آدم واقعا خجالت میکشه، یعنی اون مردک که من میشناسه با من قبلا صحبت، یه آدم بود ریش سفید میکرد اینجاش سیاه میکرد، نمیدونم هنوز هم هست یا نه. خب ببینید یه آدم هایی هستن مثل این آرش مشکات، این داره کار میکنه، به نظر میرسه آدم خوبیه، پسر خوبیه. اون روزی که من میگه آقا این گیه، گفتم به من چه، مال خودشه، میده میگیره، مال ما رو که نمیده میگیره، خلاصه. ولی یه عده هستن واقعا ارزش آن دیدم این عکسه حالا پیدا شد، این عکسه رو من به شما نشون بدم. آره البته میره تو دستگاه کج موج میشه. بله خود این فخرآور اون اوائلی که اومده بود میگفت داشته فوق دیپلم رادیولوژی میگرفته، که گرفتنش رفته زندان. حالا شما به من بگو همین امروز داشت با این خانم کاترین اشتریگ نمیدونم پرس صحبت میکرد، اشتون چی اسمش، که این خانمه با اون آقای طالبزاده، اون نادر طالبزاده هم اونم دیگه هر جاش دست میزنی گنده. دوستان نگاه کنید این عکسه، خدا وکیلیش کدوم یک از شما با همکلاسیتون چنین عکس عاشقانه ای گرفتید؟ موها رو نگاه کنید، جلی که به موهاش آقای باطبی زده. این باطبی همین بود که اون تیشرت خونین رو بلند کرد و یه نفر عکس گرفت و اون عکس رو فروخ 100 دلار به یکی از این روزنامه‌های نمیدونم خارجی، و اینا دلیل شد اینا بتونن بیان خارج. ولی شما نگاه کنید آقای ریچارد پر بلند میشه میره تو دبی یا تو ترکیه تو هتل، آقای فخرآور هم داره میاره. خب آقای فخرآور شما گی، هم جنسگرا هستی، چی هستی؟ بعد میاد اینجا یه مدت میپره این ور اون ور دنبال نمیدونم رضا پهلوی، و بعد میگه نه رضا پهلوی مرد میدون نیست، نمیدونم این مادرش مثل که رضا قلدر فلان کرده این، بعد از این مزخرفات حالا امروز شده استاد دانشگاه تگزاس. بعد به همون اسکپتیک میگفت تو مأمور جمهوری اسلامی هستی، میخوای بفهمی من کجا هستم؟ گفتم این الاغ که خودش داره آدرس میده، میگه برید تو گوگل بزنید فخرآور مینویسه فلان جا. ولی امروز وقتی صحبت میکرد من دیدم تو قسمت چت هی مردم مینویسن تو با این انگلیسیت، تو با این انگلیسیت تو دانشگاه تگزاس درس میدی. حالا دانشگاه تگزاس اینا که خیلی خوب نیستن، همینجا دانشگاه جورج واشنگتن و نمیدونم جورج تاون و اینها دوستان خیلی ها هستن. برادر من خودش یک، من خودم یک، من میرفتم تو دانشگاه جورج میسون راجب شرایط میدل ایست و اینترنشنال صحبت میکردم. و اینجا حسن آمریکا همینه که شما اگه کارتو بتونی انجام بدی، چون میدونی اینجا کی نمره میده به کار شما، اینجا به استاد دانشگاه دانشجو نمره میده، نه مدیر و نمیدونم پرزیدنت دانشگاه.
اونا هستن که شکایت میکنن، اونا هستن که نمره میدن. خب وقتی یه نفر با لهجه میره، اونا هم چند تاشون با لهجه باشن و اینا، خوششون بیاد، نمره‌ای که به شما میدن آخر ترم، یعنی بازنگری که میکنن اینا، خوبه، احتمال نگه میدارن. بعد حالا دیگه این اگه به عنوان کمک یا چی میگن استادیارم بوده، میدونید به عنوان استادیارم بوده، میگه من استاد دانشگاه هستم، خب تازه حالا هستی که چی؟ استاد دانشگاه مثل معلم، بدبختا حقوق کافی ندارن، چیزی ندارن. که من آخرینش امروز شنیدم که این خانمش گویا اسمشم النازه و اون تو دانشگاه کار میکنه و چون اون پول میسازه، فخرآور از صبح تا عصر باید پوشک بچهش رو عوض کنه و تو کلاب هاوس با این آخونده، وای وای از این آخونده. به آخونده میگم آقا شما که اینجا هستی، آقای گلی، آقای شیخ نمیدونم فلان، آقای اون یکی دیگه فومنی، اینجا ممنوعه یا آزاده؟ حلاله؟ حرامه؟ مباهه؟ آقا اصلا دیوونه خونه است ایران. و من واقعا چقدر خوشحالم که اومدم اینجا. یه فیلمی یه دوستی برای من فرستاد و نوشته بود که این آقا هادی کجا هست؟ این آقا هادی توی اتریش زندگی میکنه، یه آدم بنده خدا خابیده، یه 5 دقیقه اینجوری حرف میزنه، 2 دقیقه میکروفون میاره بالا و اینها، بعد حرفایی هم که میزنه بعدم میگه این اصلا تو عمرش یه کتاب نخونده و اینها. برای دوستمون نوشتم بذارید من یه حقیقتی رو که بارها گفتم حالا بگم. من خب دو تا داداشم قبل از انقلاب ایران اومده بودن آمریکا درس بخونن، دوتاشون هم برای این بود که بیان درس بخونن برگردن. اصلا داداش من یک کارمند شرکت نفت بود، یکی دیگه اونجا کار کرد، پول جمع کرد، اومد اینجا چون ما بابای پولداری نداشتیم. بعد دوتاشون به من گفتن تو هم بیا. من اومدم برای چی بیام؟ من از 16 سالگی معلم بودم، کار گرفتم، بعد حتی دوره انقلاب من دبیر هنرستان بودم و راضی بودم. ولی وقتی وایسادم دیدم نمیشه. 5 سال من 62 از ایران اومدم بیرون، 1357 تا 62، دیدم آقا نمیشه زندگی کنی. من خونه نو داشتم، ماشین نو داشتم، 2-3 تا شغل پول و پول درآمد داشتم، پول درآمد داشتم. اول خیابون اصلاح نژاد من و آقای بهروز قاسم زاده یه شاپی داشتیم که به اون آقای حسن حکمت اونور خیابون کارای خوب و پولدار میگرفتیم. بعد من رانندگی اتوبوس میکردم، چون تو هنرستان شما وقتی درس میدی 3 روز در هفته 3 تا 8 ساعت میری درس میدی، 24 ساعت، تازه بعدم که چیز میشه 22 ساعت در هفته درس میدی، باقیش آزادی. این آزادی رو ما میرفتیم این ور ور پول در میبردیم، بعد پول خوب در میبردیم، ماشین نو داشتیم، به اصطلاح رنو داشتیم و رنو خونه نو داشتیم و اینها، مشروب اون به جا بود، این ور ور میرفتیم با دوستان. ولی اون که مشروب بخوری بیای بیرون نگران باش شب یکی از همین بچه ها شاگردت، و اتفاق افتاد که شاگرد من خود ما رو توی خیابون سیمتری استاب داد و بهش گفتم تو این موقع شب چرا بیداری؟ اونم خندید گفت شما چرا بیداری؟ گفتم من برای که دارم چیزی رو که چند سال خوندم درس میدم، ولی تو باید فردا مغزت آزاد باشه بیای چیز جدید یاد بگیری. بمانه ما اومدیم بیرون و همیشه اینو گفتم شاید ما به یه نوعی به این آخوندا بدهکاریم. حالا آقای اکبری اومده آلمان درس خونده قبل از انقلاب، اونم از بس ما تو ایران دانشگاه داشتیم ماشاءالله از سطح سر شاه، هر جوونی آرزوش شده بود اینی که یه پولی در بیاره از یه جایی بلندش از ایران بره بیرون، چون تو کنکور همه قبول نمیشدن، نمیتونستن. من هیچ وقت آمار نگرفتم ببینم از هر 100 نفری چند نفر میرفتن دانشگاه. شاه هم مثل این آخوندا زبل نبودی دانشگاه آزاد رو باز کنه هی پول از مردم بگیره. اوکی حالا شما شدید چی بهشون میگن اینا کارشناس، شما شدی کارشناس ارشد، هی اینا رو ببره بالا، بعدم یکی یکی بگی خب حالا شما که نمیشه فوق لیسانس بیاد بره پالده فروشی کار کنه، برو خونه ننت بشی. همه میرفتن خارج ولی من نیومدم تا این آخوندا. من برای اون دوستم که این ویدیو رو فرستاده بود فکر کنم آقای سلطانی هم باشه، براش نوشتم شاید اینم مثل من باید از این آخوندا تشکر کنه که انقدر اذیت کردن که ما بیایم و این دنیای خارج رو ببینیم
و همین امروز هم مقایسه میکنم، میگم خدای شکرت، حالا شما میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد، که ما توی اون فاضلابه حقیقتو دارم بهتون میگم، بدتون میاد بیاین با هم صحبت کنید تو بهتون ثابت کنم فاضلابه. حالا دیگه نمیخوام بگیم منجلاب، زندگی نمی کنیم، اینجا هستیم، حق داریم حرف بزنیم. و حالا که آقای آتیلا اینجاست، دیدم یه نوشته آتیلا نوشته اگه کسی اینجا به محمد رضا شاه توهین کنه من چنین و چنان. آتیلا گرامی عزیزم، شما یادت باشه این خانم مرکل، من نمیدونم شما تو چه حزبی هستی، ولی از لحاظ سیاست مداری، از لحاظ کارکشتگی اینها آدم خوبی بود، از لحاظ دزدی نکردن و اینها، از لباسش اینها که نگاه کنی آدم خوبی بود، ولی همه حق دارن بهش فوش بدن اگه دلشون از یه جای خونه، حق دارن، برای که اون پابلیک فیگره. شما هم خودتو اینجوری محدود نکن، دوستاتو یه کاری نکن که ازت بترسن ای آتیلا اینجاست ما هیچی نگیم. آقا شاه اشتباه کرد، شاه اشتباهش هم یکی دوتا دهتا صدتا نبود. شما همین دانشگاه رو نگاه کنید، همین ماجرای جشن 2500 سال رو نگاه کنید، ما میخوام 2500 تا دبستان بسازیم، ای خاک بر سر تو که میای مهمونا رو دعوت میکنی بعد به مردم میگید پول بدید ما میخوام بریم مدرسه بسازیم. مدرسه بساز، چه کار این مهمونا داری؟ کی بودی؟ هایل سلاسی بود، کی بود با این شاخش میمن؟ آخه این چه دردی از تو دوام میکنه؟ چه فرقی بود بین شاه که از کجا بود؟ اون زهران بود یادم رفته، نیروهای شیراز رو برده بودن، ارتش سوم هوا برد و اینها، با اینا که میرن سوریه. دوست گرامی من، شاه پدر این آخونداست، اینها فرزندان خلف شاه و فره هستن. اگر شما یه بابایی داشته باشی، بابای هر روز که میره کار میکنه بعد با دوستاش بره قمار، بره مشروب خوری، پولاشو ببازه، مست و لایعقل میگن ها، بیاد خونه مامانتم بگه بابا این بچه ها گرسنه بودن، ما امروز فکر کردیم تو ساعت 6 میای، تا اینو میگه بگیره مادر شما رو بزنه خونین و مالینش کنه. شما به عنوان یه فرزند رشید خونتون چی میگی به مادره؟ میگی بابا این مردکه دیوونه است، بابا تا ها، ولی بهش میگی این مردکه دیوونه است، طلاق بگیر. بله مردم ایران این کارو کردن، ولی حالا وقتی اون رفت قصاب سر کوچه که مادرتو میشناخ باباتو میشناخ میدونست که این بنده خدا ناراحته، ببخشید مادر شما رو میگم، مادر خودمو مثال میزنم، گفت که مثلا حاجی خانم حالا فلانی رفته شما بچه ها بی سرپرست موندن، من بیام سرپرستی کنم. بنده خدا مادر شما از روی نیاز، از روی احتیاج، نه از روی سکس و هوس بازی، به این قصاب، به این جلاد گفت باشه بیا. اینم از روز اول که اومد اون جوکه چی بود، چه فکرها میکردیم، چه ها که شد، مادره رو که زد هیچی، بچه ها رو زد در به در کرد. آیا شما فقط باید به این قصابه فوش بدی یا هنوزم پدر شما مقصره؟ به نظر من اصلا پدر شما مقصره که پای این قصاب رو باز کرده اونجا، پدر شما درست عمل نکرد. آتیلا میگه حالا با ما چه غلط کردیم، ما بعد چند هفته گفتیم بریم به سربی سلام علیک کنیم، اینم اعصابش خورد داغون، اینم دیوانه است، ما هممون دیوانه هستیم. یه خانمی به نام پریچه، این سالها پیش هوادار سفت و سخت فولادوند بود و همه اینا که هوادار فولادوند بودن، یکی از وظایفشون مثل حزب الله یا که زنگ میزنن به تلویزیونای دیگه فوش میدن، اینا هم این بود که زنگ بزنن هر کی یه چیزی گفت فوشش بدن، کاری هم ندارن درست یا غلط. اینشون هم یکی از اونا بود، پریچه، حالا اسم یادم نیست. و گذشت سالها، من چند سال پیش رفتم فلوریدا در یه جلسه، ایشون اومد به من گفت شما منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت خب حق داری، شما که منو نمیدیدی، من تلفن میزدم ولی ما شما رو میشناسیم. گفتم خب شما هم حق داری، شما، چون من تو تلویزیون بودم، احمق بودم اومدم رسیدم تلویزیون، شما منو ببین. خب
خب حالا چیه؟ گفت ها من طرفدار فولادوند بودم و اینجوری و اونجوری و اینا، حالا با این شوهر قبلیم دوباره برگشتم و اینها. گفتیم خب خدا رو شکر و اینا، عاقل شدیم. دیروز یه نوشته ای رو من گذاشتم، ایشون ورداش نوشت که شما هنوز پریشان افکار هستید. من نوشتم افرادی که خودشون پریشان هستن فکر میکنن همه پریشانن و اونها حالشون خوبه. شما یکی از اونها هستی. من فکر کردم شما آدم شدی، حالا که بعد 20 سال فهمیدی فولادوند سوارتون شد، پولتون رو گرفت، دروغ بهتون گفت و در رفت، حالا فهمیدید کی درست میگه کی غلط میگه. این آقای مسعود کردار دیدید زنگ میزنه به برنامه من، چندین بار تا حالا گفته، گفت سوربی جان من یکی از مخالفین سرسخت تو بودم و ما یکی از اونایی بودیم که تلفن میزدیم اذیت میکردیم فلان اینا، ولی بعد فهمیدم که آقا تو آدم صادقی هستی، تو هر چیزی که تو دلته، هر چیزی که تو مغزته میگی، اقلا اینجوری میگی فکر میکنم، حالا ممکنه غلطم باشه. در اصل من ممنون و متشکرم. آقای حمید یاوری هم اینجا هستن و خیلی ممنون دوستان. آقای یاوری هم به شما سلام میکنه و هم لطف کرده به من سلام میکنه. خب ساعت 6 و 18 دقیقه است، روز یک شنبه 8 ماه می سال 2022. خیلی جالبه، یه آقایی نمیدونم حالا دوباره این همون امید راننده کامیونیه که کاناداست یا یکی دیگه است، دیروز من ویدیوهای سال 2022 همین چند هفته‌ای که بودیم گذاشتم، چون از فروردین تا مارچ بودیم دیگه، گذاشتم اینا همینجور برای خودش بازی میکنه میچرخ. بعد اومده نگاه کرده میگه که شما این ویدیوها رو که گذاشتی که مال 6 ماه پیشه، اولا دقت نمیکنه اینا 2022، ما هنوز ماه پنجم اوائلش هستیم، چجوری میتونه مال 6 ماه پیش باشه؟ این یک. دومن آقا ما که تاریخ گذاشتیم که شما اگه اومدی نگاه کردی ببینی این مال تاریخ گذاشته است، بری دنبال کارت، چون میدونیم مغز تو یادت نمیمونه چیه شنیدی چیه نشنیدی، از اون گذاشته ممکنه حرفای ما تکراری باشه. امروز ما با آقای پدرام تنازی از سوئد درباره حمید نوری صحبت کردیم، بعضیا به اسم عباس نوری میشناسنش. این یه ماجرایی بوده که آقای مصداقی با داماد قبلی ایشون دسیسه کردن، به این میشه بگه دسیسه دیگه، برنامه ریزی کردن، اینو کشوندن اونجا، بعد اینجوری اسیرش کردن. حالا باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. آقای تنازی گفت ماه جون یا جوان به اصطلاح دادگاه قرار حکم آخرینش رو توسط قاضی بده. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید همه این بازی ها باز به نفع آخوندا و به ضرر من و شما هست و ما یه جایی هم که میخوایم بریم جرئت نمیکنیم بریم، یا اینکه واقعا اینا به ضرر آخوندان دیگه نمیتونه مثل اون شاهرودی نمیدونم بیاد برای عمل چشم، دیگه نمیتونه مثل این و اون بره برای سیسمونی خریدن. ماجرای سیسمونی هم که یه لکه ننگ دیگه، ولی وقتی شما نقاشا رو دیدی انقدر لباسش رنگیه که اصلا اگه یه قطره رنگم بریزه روش نمیفهمه، یعنی انقدر این جمهوری اسلامی، این آخوندا، این دستندرکارا لکه های ننگ روشون هست که دیگه لکه های ننگ جدید اثری نمیذاره و میبینید که یکی پس از دیگری آشکار میشه، اتفاق میفته، هیچ خبری نمیشه. و الا این خانم کاترین سامتینگ پرز، شنتون پرز، که آره با آب و تاب فخرآور میگو اینا چقدر خرن که نفهمیدن این پرز فامیل اسرائیلی، احمق، پرز فامیل اسپانیش هم هست، مثل اسمیت که فامیل آمریکایی هست. بعد حالا وایسیم ببینیم اونا چه کار کردن با این خانم. خود خانمه که میگه همه یکی پس از دیگری سوارش شدن، که آخرینش هم این نادر طالب زاده است. ما اینجا داریم آقای عزیز طالب نژاد شیرازی هم هست، بنده خدا گفتم با این طالب زاده اشتباه نشه، ولی این طالب زاده هم سن سال ما بوده، 69 سالش بوده، گویا بچه تیمسار بوده، چیزاشو تو انقلاب بابا چیزای باباشو گرفتن اینها، ولی با همه اینها
این آمده با آخونده کار میکرده و گویا توی تلویزیون ایران، رادیو تلویزیون ایران بروبیایی داشته، حتی عکسش رو هم امروز گذاشته بودن که با این خانم بوده. حالا مردنش رو هم میگن یه جورایی مشکوکه. شما چی فکر میکنی؟ اروپا کارش معامله است، آخرش حمید نوری رو معامله میکنه. شما کاملا درست میگی و منم باورم بر همینه. حالا کی باشه که حمید نوری برگرده سیستم سوئد رو سو کنه، شکایت کنه، بگه شما بابت این 2.5 سال به من باید غرامت بدین. میگه که جناب سوربی اون پست رو برای چندین اکانت فیک گذاشتم، انتقاد و نقد کردن خوبه ولی فوش خوب نیست. من که سلطنت طلب نیستم، همیشه حکومتی سکولار دنبال حکومتی سکولار سکولار دموکرات هستم. دمت گرم. منم همینجور. حالا تازه شما اگه سلطنت طلبم باشی، طرفدار پادشاهی هم باشی، این حق مسلم شماست. ما به شما نمیتونیم توهین کنیم، ولی اینکه انتقاد کنیم حقمونه. خیلی ممنون. حالا اگه یک کم هم مثل من بود فوش داد، شما ناراحت نشو کاکو جون. ما شیراز میرفتیم فیلم میدیدیم، میمدیم بیرون، جولیانا جیم ما چی بود، رینگو بود، چی بود نمیدونم، میپرید جفتک میزد، ایتالیایی هم بود. بعد میگفتیم پدر سگ دیدی آقا چجور، و میرفتیم تو خیابون آسونه روی چمنا، هی سعی میکردیم یک و نیم پشتک بزنیم، میخوردیم با کله و این ور اون ور. خدا بیامرزه اسقر آقایی هم اونجا بود، مش اسقر اینجوری با شلنگ پرت میکرد که بیچاره سرما در همون میدون سید علاءالدین حسین که بهش میگفتیم آسونه، همونجا از سرما مرد. میگه که آقای اکبر، آقای شیرازی همشهری بود، میگه سیسمونی بهانه بود که خودشون سر زبون انداختن. پسر قالیباف در همین سفر 2 آپارتمان در گرانترین منطقه استانبول خرید. باور ندارم، چون شنیدم که یکی از دستندرکارهای حکومت رئیسی که الان مخالف با قالیباف، خودت فکر کن، شما میخوای بری آپارتمان بخری، میای میگی من توی آپارتمانمون توی شهرمون چوب بندازم که دارم میرم سیسمونی بخرم، مردم اون سیسمونی رو بفهمن اونم میفهمن، یا اصلا میری و میای که هیچ که نفهمه، یا تنها میری، فقط مرده میره، مرده و زنه میره دیگه، ننه زنم با خودش نمیبرن. اینا بی حیا شدن. ببخشید من اینو میگم، اون وقتا میگن شما، میگفتن شما به یه زن فاحشه هر چی میخوای فوش بده، اصلا این عین خیالش نیست. جمهوری اسلامی مثل یه زن فاحشه است. والا بلا زن فاحشه و تن فروش 100 شرف داره به اینا، چون اون از روی نیاز این کارو میکنه، یا داره این کارو میکنه بره بچه‌هاشو سیر کنه، یا یک مشکلی داره، شوهرش تو بیمارستان زندانه. یعنی اصلا این مقایسه ما هم مثل همون هست که به بعضیا مقایسه میکنه. چه آهنگ قشنگی گذاشته بود آتیلا، شما گذاشته بودی یا اکبری؟ شما، من دکتر اشتباه میگم، آهنگ قشنگی گذاشته بود برای خرها که اون خانم میخوند و زیرنویس فارسیش میگه که ما چه ظلما به شما کردیم اینا. این مقایسه یا آخوندا و جمهوری اسلامی رو به فاحشه ها، ظلم در حق فاحشه ها. یا بعض وقتا میگیم فلانی خره، البته من میگم جانور. جانور شما میتونید جانورهای مهیب و اینها ازشون بسازید و الی آخر. دوستان عزیز، اگر شما دلتون هوای ما رو میکرده تو این 3-4 هفته، باور کنید که منم همین حالت رو داشتم، ولی یه جورایی به خاطری که هم تو کلاب هاوس دور میزدم، هم روزا که داشتم میرفتم میمدم با این و اون تلفنی صحبت میکردم، اون یه مقداری به اصطلاح جبران میشد. بعدم یه فکر کردم که چقدر آزاد شدم که الان دیگه قرار نیست سر این ساعت معین برسم اینجا و باشم و اینها. من به یه کسی با همین آقای تنازی گفتم که دیر شده، میدونید من دوستان میگن ما با ساعت با برنامه سوربی ساعتمون رو تنظیم میکنیم، بعد اینم میگه حالا بابا خیلی چیز نکن. بله، میگه من از 25 آپریل
دیگه پست نگذاشتم. شما چیه؟ شما هم قهر کردی؟ واقعا بعض وقتا هم بعضی ها میان، مثلا امروز یه خانمی یه عکسی گذاشته بود، یک زنی داشت موهای یه زن دیگر رو میکشید، بعد نوشته بود که وقتی یه زن میزاد مردم میان دیدن بچهش، ولی اون مادره که از مادر نگهداری میکنه. گفتم خانم این چه عکسی گذاشتی؟ این زنه به جایی که حالا موهای اینش بشوره یا داره موهاشو میکشه، یه عکس خیلی بد نامناسب. و بهش گفتم این عکس من یاد دوستی خاله خرس میندازه. الان برای کسی که زاییده بهترین کاری که مادر بزرگ میتونه در حق دختر خودش، مادر و نوه خودش انجام بده اینه که بذار اینا استراحت کنن. این از امشب باید بلند شه شیر بده، بیخوابی بکشه، زحمت بکشه. خلاصه خانم رضایت داد، حالا امیدواریم فردا فوشمون نده. ولی چه باید کرد؟ دنیایی هست که هممون تنها هست. منی که خیلی خوشبختم، من امروز صبح رفتم صبحونم رو با نوهام و بچه هام خوردم، چهارشنبه رفتم اونا اومدن اینجا شام رو با ما خوردن. ولی با همه اینها یه احساس تنهایی داریم. اینجا بهش میگن ترایب. ترایب یعنی قبیله. ما ایرانی ها عادت کردیم قبیله‌ای زندگی کنیم. مثلا شما وقتی میری آبنبار سروبیا، میگه بله این قاسم سروبی اینجا، اون نمیدونه اکبر سروبی اینجا، این اونجا، اینجا، همه دوربر هم بودیم، همه با هم بودیم. بعد توی خونه بابا بود، بچهش زن میگرفت، بچهش نوه‌دار میشد، همه بودن. پدر بزرگ و مادر بزرگا توی خونه ها از دنیا میرفتن. من یادم نمیاد فامیلی از ما رفته باشه بیمارستان. حالا که دیگه خونه های سالمندان و این داستان هایی که میشنویم و میبینیم و اینا، همه از اونجاها گریزون مجبور شدیم بیایم کجا؟ بیایم توی کلاب هاوس، بیایم توی فیسبوک، بیایم توی یکی دوتا هم نیست که اینستاگرام، تلگرام، فلان. اینجا هم با هم مهربون نیستیم. یه آقایی وقتی من رفته بودم راجب فخرآور گفته بودم، بعد آقا اومدم دیدم این تلفن من چپ و راست دینگ 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 دینگ. گفتم چطور شده؟ دیدم این کلاب هاوس رو حالا گذاشتم اینا هی پیام میفرستن. یه سری دمت گرم آقای سوربی، آبروی اینو بردی. گفتم آبروی نداشت. یه سری فلان فلان شده، هر کی دشمن فخرآوره دشمن ملت ایرانه. به یه دوتاش وقت کردم، گفتم شما تماس بگیرید با هم صحبت کن. وقتی زنگ زدن گفتم شما چند سالته؟ یک گفت 30 ساله، یک گفت 28 سالشه. گفتم من و شما اگه توی جمعی نشسته باشیم، مثلا من دوست دایید هستم، یه مهمونی دایید گرفته تولدشه، منم دعوت کرده میام اونجا، شما صحبت میکنی، میگه آقا یه آقای از نابغه فخرآور میخواد بیاد ایران، اصلا این سیاوشه. حالا خود بدبخت سیاوش، اونم ماجرای ننش و داستان اینا میدونید که، ولی این سیاوشه. بعد من میگم آقا این من با خواهرش صحبت کردم، با شوهر خواهرش صحبت کردم، با برادرش که برگشت ایران صحبت کردم، با خودش صحبت کردم، بر اساس شواهد و قرائن و تجربه این آدم پدرسوخته نفوذیه. من از شما سوال میکنم، شما تو اون جلسه این فوشایی که اینجا نوشتی بلند میشی جلو دایید به من بگی؟ گفت نه من شرمندتم، من فلانم. آه نکنید، همش فکر کنید که یه عده دیگه حاضرن، حضور دارن، همش فکر کنید که صدای شما ضبط میشه، حرف شما ضبط میشه، تصویر شما دیده میشه. به این خاطری که من نمیترسم میام اینجا، شما رفتی پشت یه عکس ناشناس با یکی دیگه، اسمش چی بود؟ همشون نمیدونم چی 911 نمیدونم، مثلا میزنیم تهران 512. خب به این دلیل تو نباید اون معرفت، مردانگی، انسانیت، زنانگی خودت رو، والا خانوما هم میبینم توی کلاب هاوس خیلی به هم دیگه میپرن، پرخاش میکنن، نکنید. یکم با هم مهربون باشید. دوستان هر کی بخواد تو تلویزیون مردم میتونه برنامه داشته باشه. همینجوری قرار قبلی مثل آقای پدرام طنازی صحبت کنیم، سر یه بحث معینی به نتیجه برسیم. امروز توی اتاق کلاب هاوس بودم، نوشته بود سوشال بازی. فکر کنم آقا این سوشال بازی یعنی چی؟ خب میتونید بنویسید از هر دری سخنی،
هر چه میخواهد دل تنگت بگو، تا آدم بدونه اینجا چیه. ولی سوشال بازی یعنی چی؟ آخه سوشال یعنی اجتماع. حالا سوشال بازی، ما همه چی رو گند میزنیم. ببخشی 90 دقیقه هم گذشت و خیلی خوشحالم که با شما بودم. یه دو تا برنامه ساز خوب پیدا کردم، یکیش به نام آنتن، ولی آنتن رو مثل خارجی ها ننویسین، ایرانی نوشته O-N-T-E-N. یکی دیگرش نوشته آنچه شما خواسته اید، و به نظرم میاد اینا یه تیم کامل هن. برعکس اون امین فردین که چوسی میاد میگه من و تیمم، و اتفاقا یکی اومد نه من نگذاشتم، حتما دوستمون اکبر عزیز گذاشته بودن. آهان این آهنگر کاش که نشون داده بودم، پس من فکرم مال شما دوتاست. خیلی قشنگ بود، با یک آهنگ یا ایتالیایی یا فرانسوی، و درباره خر بود که چجوری میزنن اینا رو، به غیر از اینکه ازشون کار میکشن چجوری بهشون نامهربونی میکنن و اینها و الی آخر. حالا که صحبت از خر شد، بریم سراغ ملا نصرالدین. اینم به عنوان حسن ختام برنامه دو تا عکس بهتون نشون میدم. یکیش اینه که نوشته افسانه شرم‌آور آفرینش، آدم و حوا، هابیل و قابیل، اقلیما. من نمیدونستم اسم اینا دوتا اسم بچهشون اقلیما بوده. اینو بهتون نشون بدم، بذارید ببینم میره اینجا توی این عکس اینجوری یا نه. مگه دلمون میاد شما رو ول کنیم بریم؟ آها فعلا یه عکس اولاغ رو بیاریم اینجا، نه اونم اونجوری شد. اوکی اینه پس بهتون نشون میدم، بعدم اون عکس ملا نصرالدین، و بدین وسیله از حضورتون مرخص میشم. دوستان نظرتون راجع به این چیه؟ اگه اینو تو فیسبوک من ندیدین و چیزی ننوشتید، نظرتون چیه؟ افسانه شرم‌آور آفرینش، آدم و حوا، هابیل و قابیل، اقلیما. نسل شما چگونه به وجود آمد؟ یک، پدر با دخترش سکس کرد، یعنی آدم با اقلیما. دو، مادر با پسرانش سکس داشت، حوا با هابیل و قابیل. سه، برادران با خواهرشان هابیل و قابیل با اقلیما یا اقلیما. ما یکی داشتیم معلم آقای اقلیدوس میگفتیم بهش. هر یک از این سه گزینه را انتخاب کنید، در باورهای امروزیتان شما حرامزاده محسوب میشوید. بهتر است میمون هوشمند باشید یا در عقاید خودتان حرامزاده. اینم جواب بدید بد نیست. من نوشتم که من ترجیح میدم همین حیوان هوشمند باشم. اینم عکسی که بهتون گفتم در رابطه الان با کمبود مواد غذایی. اینها میگن ملا نصرالدین هر روز از علف خرش کم میکرد تا به نخوردن عادت کنه. ببینید ننوشته به کم خوردن ها، نوشته تا به نخوردن عادت کنه. پرسیدن خب نتیجه چی شد؟ گفت نزدیک بود که عادت کنه ولی مرد. حکایت ما و گرانی این است، داریم عادت میکنیم، امیدوارم که نمیریم. دوستان ممنونم، متشکرم که با من و تلویزیون مردم بودید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم، و اگر دوست داشتید این ویدیوهای ما رو به دوستان خودتونم معرفی کنید. امروز روز مادر بود در آمریکا، روز مادر رو به همه شما تبریک میگم. حالا که ما روز مادر چند تا داریم، سال نو، روز عید نوروز چند تا داریم، و اینم دیگه از محاسنات تاریخ ایران ماست، و ببینیم چی میشه. یادم میاد بارها اینو گفتم، توی هنرستان بودیم، آقای نوبختیان، اکبر نوبختیان آمد یه دستگل خیلی بزرگ و گفت که ما این رو به عنوان مادر، روز مادر بود، این رو بردنمون تو اون سالن جدیدی که ساخته بودن به عنوان روز مادر. من فکر کردم میخوان بدنش به خانم نصراللهی، ننه مدرسه که زحمت همه ما رو میکشید. بنده خدا دیده بودید این بابا و ننه مدرسه؟ شما میگین خدمتکار، چی میگین؟ تو شیراز میگفتن بابای مدرسه، ننه مدرسه.
دادن به خانم 12 امامی که لیسانس ریاضی داشت و اومده بود شده بود معلم ریاضیات. و ما پسرا وقتی که تکلیفون انجام میدادیم اینا، خب منتظر بودیم که این خانمه بیاد چیزامون نگاه کنه، دولا بشه ما سینه‌شو نگاه کنیم. اینم از چیزایی که نباید مدرسه ها تو اون سن و سال، کلاس دهم یازده چقدر میشه، 10 و 6 16 17، و معلمت یه زن جوون باشه اینجوری، بعدم اونم بیاد سینه های سفیدشو اینجوری توی پیرنگ بندازه. حیدم برای خودمون درد سر درست نکنیم. دوستان بله، روز مادرتون مبارک و امیدواریم که هر روز روز مادران باشه. من یه عکسی از بچگی خودم و داداشام بهتون نشون بدم که این عکس فکر کنم 64 سالش باشه. من معمولا عکسای خودم و خانواده و اینا رو فیسبوک نمیذارم، ولی این عکس رو که دیدم حواس کردم که به شما نشون بدم. این وسطی منم، این دست راست من، داداش من 3 سال از من بزرگتره، این یکی 5 سال از من بزرگتره، اون کوچیکتر از ما هم مثل که اصلا قرار نبوده در قاب عکس زندگی اسیر باشه. اون همونیه که در سنندج کشته شد و همسن این رضا پهلویه، 4-5 سال 6 سال از من جوانتر. دوستان عزیز ممنونم که ما رو در شادی هامون، در غم هامون، در تنهایی هامون به اصطلاح همراه هستید، شریک هستید و من ممنون و متشکرم. اکبر شیرازی میگه کاکو چه زشت بودی. آقا من یه عکس به شما نشون بدم، خدا وکیلی بذار خودم تنها رو نشون بدم. پسر به این نازی، تو دیگه کی هستی؟ بیا این عکس من بفرما. الان نوام واقعا همین شکلیه. خب دوستان بسه دیگه، بسه، خودمون خیلی لوس نکنیم براتون. ممنونم از شما دوستان، خیلی خوشحالم که همین 3-4 نفر آمدید و با ما بودید، ولی لطف کنید به دوستان دیگه منتقل کنید و امیدوارم این برنامه ها ادامه داشته باشه. همین جوری به مناسبتی بیایم و با هم باشیم. حالا آقای زمانیانم امیدواریم که بعداً برنامه رو ببینه و نظرشو ارسال کنه. امروز داشتم برنامه ها رو گوش میدادم، اون گزارشی که فرستاده بود که همکنون در ایران راهپیمایی شده و دکتر شایان یا دکتر سایان هر 2 روزی یه دیوانه ای میاد، یه آخوند گی بود بعدن آمد دوباره لباس آخوندی پوشید گفت من حالا امام زمانم، یکی دیگه میاد با زن و بچهش وای میسه میگه من امام زمانم و روی سرش هم نمیدونم، مردم دیوونه شدن. البته همینجا هم هست، صبح یه شنبه نگاه کنید ببینید چی میگه. یالا من چند بار از شما خداحافظی کردم، وگه مگه ما میریم؟ بذارید اینو اول رکوردش رو خاموش کنم. روز و روزگار بر شما خوش، اوقات خوبی امیدوارم در انتظارتون باشه. مرسی.